در خط تازه ترین و مهمترین خبرها، 19 میلیون دلار پول نقد از کمک‌های بشردوستانه به کابل رسید. وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه قطر درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرد. و همچنان در پایان، هند سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی به مناسبت روز جمهوری میزبانی می‌کند. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه قطر درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرد. 8 صبح کابل. طبق اعلام وزارت خارجه قطر، آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه 21 قوس با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از طریق تلفن گفتگو کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه قطر آمده است که افغانستان یکی از محورهای این تماس تلفنی بوده است. طبق اعلام وزارت خارجه قطر، روابط دو جانبه بین دو کشور، آخرین تحولات افغانستان و موضوعات مورد علاقه دو طرف در این مکالمه تلفنی بررسی شده است. قطر از کشورهایی است که نقش پررنگ در تحولات اخیر در افغانستان دارد. این کشور میزبان مذاکرات تعیین کننده ایالات متحده آمریکا با طالبان بود و دفتر سیاسی طالبان نیز در پایتخت قطر فعال است. این کشور پس از سقوط کابل نیز همچنان نقش بازی کرد و به مسیر برای تخلیه شهروندان ایالات متحده آمریکایی، متحدان محلی ارتش ایالات متحده آمریکا و افغانهای آسیب پذیر تبدیل شده است که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش اجرایی می شود. اخیراً گزارش های درباره وجود مشکلات در عملیات تخلیه به نشر رسیده است که به صورت رسمی تایید نشده است. قطر نقش کلیدی در هماهنگی این عملیات دارد. همچنان این در حالی است که هند سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی به مناسبت در روز جمهوری میزبانی میکند. 8 صبح کابل. رسانه های هندی گزارش دادند که قرار است این کشور به مناسبت روز جمهوری سال آینده از رهبران 5 کشور آسیای مرکزی میزبانی کند. هندوستان تایمز گفته است که مهمان اصلی جشن روز جمهوری با توجه به منافع استراتژیک، دیپلماتیک و اقتصادی هند و همچنان روابط دهلی نو با آن کشور انتخاب می شود. روابط دهلی نو با کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر با دنبال تمرکز دولت بر سیاست منطقه‌ای در حال افزایش است و اگر این اقدام انجام شود، این دومین باری است که سران کشورهای آسیای میانه به جشن روز جمهوری دعوت می شوند. در سال 2018 میلادی سران ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا مهمانان اصلی این رویداد سالانه بودند. بر اساس گزارش این رسانه هندی، دهلی نو در حال بررسی اماکن حضور رهبران 5 کشور آسیای مرکزی به عنوان مهمانان اصلی در روز جمهوری سال آینده است. هند تایمز منطقه راه‌های استراتژیک برای اتصال تجارب و امنیت را به این کشورها منطقه جستجو می‌کند. منابع در دهلی نو گفتند که اقدامات برای ارسال دعوتنامه برای سران کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان سنجیده شده است. در همین حال، دو دیپلمات یکی از کشورهای آسیای مرکزی گفتند که این موضوع نهایی نشده و هند منتظر پاسخ همه کشورهای آسیای مرکزی است. این دیپلمات ها تصریح کردند که قرار است وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی در روزهای 18 و 19 دسامبر با همتای هندوستانیشان در دهلی نو دیدار کنند. هندوستان تایمز نیوز گفته است که این سومین نشست وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی از سال 2019 با هند خواهد بود. هند تفاهم نامه 1 میلیارد دلاری را با 5 کشور آسیای مرکزی برای پروژه های اتصال انرژی، فناوری اطلاعات، کشاورزی، مراقبت های بهداشتی و آموزش پیشنهاد کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان،
در میانه های سال روان اهمیت کشورهای آسیای مرکزی در زمینه امنیت منطقه افزایش یافته است. پیش از این مقامات ارشد امنیتی 5 کشور آسیای مرکزی به شمول ایران و روسیه در گفتگوی امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان که در 10 نوامبر سال جاری به میزبانی هند برگزار شد شرکت کرده بودند. در اعلامیه که پس از این نشست نشر شد آمده بود که کشورهای عضو این نشست متحد به مبارزه با تروریسم هستند تا اطمینان حاصل کنند که افغانستان و پناهگاه امن تروریسم جهانی بدل نخواهد شد. هند پس از خروج بریتانیای کبیر در سال 1950 قانون اساسیش را تصویب کرد که پس از آن همه ساله از 26 جنوری به عنوان روز جمهوری تجلیل می کنند. همچنان این در حالی است که 19 میلیون دلار پول نقد از کمک های بشر دوستانه به کابل رسید. 8 صبح کابل. بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک از رسیدن 3 محموله نقد به کشور خبر می دهد. این نهاد در اعلامیه گفته است که 3 بسته پول نقد کمک های بشر دوستانه 19.2 میلیون دلار ایالات متحده آمریکایی می شود که روز یکشنبه 21 قوز به کابل رسیده است. بانک مرکزی افزوده است که برای تسهیل راه های اصول که منجر به جلوگیری از فقر و تنگدستی مردم افغانستان می شود همواره تلاش شده و وضعیت نظام بانکی کشور و نیازمندی های اسعار و بزودی حل خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده است به افغانستان بانک همواره تلاش نموده که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار در حد ثابت نگهداری نماید. امیدواری های وجود دارد که با آمدن این بسته های کمکی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار در حالت مدود قرار گیرد. بانک مرکزی افغانستان اطمینان داده است که رهبری این نهاد در تلاش است تا از هر طریق ممکن به محصول نرخ برابری دلار و افغانی رسیدگی شود. این در حالی است که افزایش بی سابقه بهای دلار در برابر افغانی هر دلار آمریکایی در بازار افغانستان تا مرز 110 افغانی رسید. گرفته شده از روزنامه 8 صبح کابل. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال دوبان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.